برای خشونت سوار کنی. گفتم برگرد خونه. نه بابا دفعمون میشه ها. پسرم برگرد خونه، مادر تنهاست. دادشم پیش اونه، منم پیش تو میمونم. تو با هم برگردیم خونه. من جایی نمیرم. منم نمیرم، من میخوام پیش تو بمونم بابا. من تو رو دوست دارم. برگرد، تو برگرد پیش مادر. تو هم بیا. نمیتونم، من نمیتونم بیام پسرم. پس منم نمیتونم برم. پسرم، اگه لبولی مرده باشه. بابا، مرده چه شکلیه؟ شکل لبولی. بابا، اگه من مثلا لبولی رو دیدم، میتونم بهش بگم آقای مرده؟ خدای من، چطوری میتونم به این بچه حالی کنم؟ دلم گرفته چو ابر بهار می‌گریم. خدا زود باش. اینم تیرک. همونشو نگرش دار.
چی شد مادر؟ چی شد؟ اگه تو مرده بودی هیچ وقت خنده رو لبای ما نقش نمیدم. اندام بزرگی رو که تمام وجودم رو میسوزم. Come on!
بهتون مرده گفتم برش کنار. کمکم کنید، کمکم بکنید، کمک. یالا عجله کنید، کمک. برش کنار، کمک، خدایا کمکم کن. چه قدرتی؟ بیایی کمک کنید، بریم کنار. باید برسونیمش درمانگاه. زود باشین بلندش کنیم. چرا معطل؟ گفتم بلندش کنیم. ما این اجازه رو نداریم خانم، نمیتونیم این کارو بکنیم. آخه پدرتون خبرش کنیم. بلندش کنیم، ببرم در اینو. بلندش کنیم، یلا عجله کنیم. توتا آروم باش. حالا تو جنگلی. وقتی درخت از رو کارگره بلند کردی من اینجا بودم. من یادم نمیاد. یادت نمیاد؟ تمام کارگره رو زدی کنار. تو خیلی قدرت داری، فوق‌العاده است. درست فکر کن. فکر آره یادم اومد. خدا کنه برای سرش نیامده باشه. آفرین، تو علاوه بر قدرت روح بزرگی هم داری. من نمیتونم ببینم یه کارگر زحمت کش جلوی چشمم بمیره. حتی تو جایی که خون از دماغت بریزه. آره، حتی یه تمام خون بدنم هم بریزه. چشم ما خیلی قشنگه، خیلی قشنگه.
قشنگی. Oh, my God.
سرمه، خیلی دل با پسیدم. آره مادر، با یه قایق پر از ما. خیلی برات نگران بودم. هر وقت میری ماهی گیری دلم شور میزنه. میترسم یه وقت دریا قهرش بگیره. نه مادر، ناراحت نباش، خدا هیچ وقت از بنداش قهر نمی کنه. ولی از ما قهر کرده. 25 سال پیش وقتی پدر مادر، یعنی من هنوز نتونستم جای پدرم رو پیش تو پر کنم. اگه تو نبودی من از قصه می مردم پسرم. ببینم اون دختر کیه؟ کیه پسرم؟ اونو از دریا گرفتم مادر. نه پسرم، اون تو رو از دریا گرفته. باید خیلی مواظب باشی. تو پوشیدی؟ بله پدر. میخوام باهات حرف بزنم. احتیاج نداره حرف بزنی، خودم فهمیدم. شما به پا دنبال من گذاشتین که بیاد و اعمال منو خبر بده. خب حالا دستمزدشو بدین. تو چرا توجه نمی کنی دختر؟ مگه چیزی برای سرگرمی کم داری؟ من که همه نو وسایل آسایش و راحتی برای تو فراهم کردم. پدر، برای این موقعیت من خوب نیست که تو سوار بلم یه ماهیگیر بی سر و پا بشی. ولی اون خیلی جوون مردی کرد، ما اونو مسخره کردیم، سر به سرش گذاشتیم. ولی وقتی من افتادم تو آب اون منو نجات داد. نباید ازش تشکر کنم ها؟ اگه دعوی سامان بهش داده بودیم بهتر از تشکر شما بود. یه ماهیگیر بدبخت و بی سواد که تشکر. خواهش میکنم شما به من درس ندید. همینقدر که خبرچینی کردین کافیه. حالا هم به پدرم میگم برای زحمتی که کشیدین انعام شما رو بده. اگه اجازه بدین یه گوشمالی به این پسر خودم بهت میگم چی کار کنی. پدر، پدر چیه؟ یه ژاندارم و یه آقایی میخوان تو رو ببینن. ژاندارم؟ خدای من کمکم کن. دارم به طرف ما میان. دیگه همه چی تمومه. سلام علیکم. سلام. سلام. پهلوان بابا شما هستین؟ لطفاً بلنشین. نه، اجازه بدین نشسته باشم. تو خودت همه چیزو میدونی، اینطور نیست؟ بله، خودم همه چیزو میدونم. پس به این آقا بگو چطور مرد. خدای من. پهلوان بابا، البته مردن یک نفر اونم جلوی چشم آدم ناراحت کننده است. بله، بله، میدونم. پس زودتر حقیقتو برای این آقا تعریف کن. میدونین چرا وقتی یه نفر قتل میکنه قاتلو دار میزنن؟ البته برای اینکه دیگران عبرت بگیرن. در حالی که دار زدن قاتل مرده رو زنده نمیکنه. منظورت چیه؟ اگه قاتل در مقابل وجدان خودش مقصر نباشه، یعنی اونو عمدن نکشته باشه، اون وقت در مجازاتش تخفیف میدن.
پس در این صورت من در اختیار شما هستم. لطفاً ما رو به محل حادثه ببرید. محل حادثه؟ برای هم درخت روی اون مرد افتاد. ما مامور شرکت سهامی بیم. پدرم کجا رفت؟ رفته جنگل سرپیچی کنه. کی میاد؟ نمیدونم، با اسب رفت. چی شدی؟ چی میخواستی بشه؟ چرا درست حرف نمیزنی؟ اون چه مسخره بازی بود؟ کدوم؟ همونی که باش میرخصیدی؟ عجب سادی، اون برادرم بود. فرزن که برادرت باشه لازم نبود اینقدر بهش بچسبی. خدای من، تو چرا اینطوری هستی؟ چطوری هستم؟ والا نمیدونم، نمیدونم چی بگم. فلسفه زندگی چی میدونی؟ از چند صفحه؟ نه از چند صفحه، از فلسفه. تو هم با حرفات و هم با خنده‌هات منو مسخره میکنی. نه نه، اینطور نیست. ببین، تو از زیبایی این جنگل و خورشیدی که تو آسمون میدرخشی چیزی میفهمی؟ خیلی قشنگه، فقط اینو میدونم. پس تو زیبایی رو خوب میشناسی. آره، ولی نه به اندازه تو. یعنی من زیبا نیستم؟
چیزایی حس میکنم اما نمیدونم چیه. فقط من بفهمی. ولی نمیتونم بگم که چی میفهمم. فقط اینو میتونم بگم که خیلی چیزا رو میدونم. از اونایی که میدونی برام بگو. من به این جنگل، به این خورشید، به این کوه و دشت عادت کرده بودم. ولی امروز دیگه همه چیز برای من عوض شده. حس میکنم توی یه دنیای تازه اومدم. یعنی میتونی بیشتر محبت کنی؟ میدونی چیه؟ من از وقتی که خودم رو شناختم تنها بودم، درست مثل این مرغابی قشنگ. در گذشته من فکر میکردم همه موجودات، حتی این دو تا اردک، این چهار تا پرنده کوچولو، اون درخت ها تنها هستن، همشون تنها، تنهای تنها مثل من. ولی امروز ولی امروز میفهمم زندگی یعنی چی. دیگه تنها نیستی؟ نه. پس تو؟ من دیگه تنها نیستم. بحبه، خوشم اومد. ببینم، آب و هوای جنگل که بد نیست. اتفاقا داشتیم راجع به همین موضوع صحبت میکردیم. خجالت نمیکشی؟ برو گم شو سر کارت، دیگه هم این طرف ها پیدا نشه. پدر! چی؟ گم شو! چرا دعواش کردی پدر؟ یا اومدی کردم؟ در ضمن من احتیاج ندارم دخترم نصیحتم کنه. کسی اینجا نیست؟ آهای، کجا رفتین؟ کدوم گوری هستین؟ همین جای قربون. بله قربون. بله قربون. امری داشتیم بفرمایید. هیچ معلوم از شما کجایین؟ هرچه زودتر بچه ها رو خبر کنیم. باید قبل از غروب آفتاب حساب سامو تصفیه کنیم. آخه قربان. آخه نداره. هرچی گفتم باید بدون چون و چرا اجرا کنیم. من دیگه نمیخوام قیافه این بی سر و پا رو ببینم. فهمیدین چی گفتم؟ بله قربان. پس زود باشیم. بجنبین. چشم. صبر کن پدر. پدر چی کار میخوای بکنی؟ چرا حرف نمیزنی؟ تو چه فکری هستی پدر؟ چه نقشه‌ای داری؟ برای تنبیه کردن یه جنگلی بی سر و پا احتیاج نداره نقشه بکشم. فقط میخوام گوشمالیش بدم تا پاشو از گلیمش بیشتر دراز نکنه. ولی پدر، من اون جنگلی بی سر و پا رو دوست دارم. چه؟ دوست داری؟ میفهمی چی میگی؟ ولی پدر، من اونو دوست دارم. خفه شو! ولی من این عشق تو سینه تو اون خفه میکنم. نه پدر، نباید به اون کاری داشته باشی. خواهش میکنم. دختره بیشو تو نمیتونی حریف اون بشی. اون خیلی قدرت داره. اون پسر پهلوان باباست. میخوام باهات صحبت کنم. میدونم چی میخوای بگی. قربون. خودم از همه چی خبر دارم. خب چیه؟
میخواستم بگم چرا حاضر نمیشی بریم توی یکی از این آبادی ها زندگی کنیم. چی بگم؟ البته نمیخوام تو رو سرزنش کنم. میدونی من عاشق مادرت بودم، اونم منو دوست داشت. زندگی قشنگ و آرومی داشتی. من، تو، برادرت و مادرت. 25 سال تو این جنگل کوشش کردم تا تو رو روی پای خودم نگه دارم. منم تو دوران گذشته خودم کاره‌ای بودم، خیلی قدرت داشتم، خیلی. هر چی اراده می کردم به چم. چرا معطلی؟ از تور استفاده کن. چی شده؟ سوختم پدر. سوختم. کمکم کن. آروم باش. کمکم کن. خواهش می‌کنم آروم باش. سوختم. بلند شو بشین. آروم باش. دیگه آروم شدم. چیه؟ چرا تو فکری؟ یه چیز مهمی یادم اومد. چی به یادت اومد پدر؟ چرا حرف نمیزنی؟ برادرت زنده است. برادرم زنده است؟ تو از کجا میدونی؟ یادم میاد هر وقت که پدرت تو رو کتک میزد برادرت دردش میگرفت، و هر وقت اونو میزد تو احساس درد میکردی، درست مثل گذشته پسرم. الانم تو بدون اینکه زخمی شده باشی احساس درد میکنی، اونم دردی شدید. برای همین میگم که برادرت زنده است. چه بلایی ممکنه سر برادرت اومده باشه؟ طبیعت واقعا زیباست. آره درسته، ولی نه به زیبایی تو. خب چرا حرف نمیزنی؟ تو هنوز به من نگفتی که پدرت کیه و کجاست. خب والله چی بگم؟ آخه من از پدرم خبری ندارم. یعنی میخوای بگید؟ نه، من به جز یه مش خاطر از پدرم چیزی نمیگم. همیشه تنها بودم، تنها. ولی از وقتی که تو رو دیدم احساس کردم که دیگه دوران تنهایی و ناراحتیام باید تموم شده باشه. آه.
تو پیروز شدی پدر، ما بازم پیروز شدیم. بیورزه همونطور که قبلنم بهت گفتم پدر، ما همدیگر رو دوست داریم. شما نباید این کارو کرد. ساکت باش. ولی من بالاخره تو را از پا در میارم. آخه چرا؟ گفتم ساکت باش. متاسفم پدر، خیلی متاسفم. مثل اینکه ثروت زیاد چشمای تو رو کور کرده. من نمیدونم شما چطور با این طرز فکر با مادرم ازدواج کردین. این درسته که مرد دلخواه من یه آدم فقیریه، ولی مگه فقر گناه پدر؟ فکر میکنین که اون چشم به مال شما داره؟ من میتونم از تمام ثروت شما چشم پوشی کنم. خواهش میکنم دیگه منو به حال خودم. خفشو بسه دیگه. اون صدای لعنتی تو ببر. بس من درست فهمیدم روابط عشقی شما زبون زده همه این مردم شده. چی دارین میگین پدر؟ ما هیچ رابطه بدی با هم نداشتیم. فقط گناه ما اینه که به پاکی هم دیگر رو دوست داریم. تو هم خفشو. حیف که نمیتونم حرمت شما رو از بین ببرم و دیگه هم بیشتر از این راضی نیستم که شما رو ناراحت ببینم. نه صبر کن، خواهش میکنم نرو. ولش کن. آقای محترم، من حیوان نیستم که منو ول کنن. من یه انسانم، انسانی که همه چیزو خیلی خوب میفهمه. اگه چیزی میفهمیدی با شرافت دیگران بازی نمیکردی. من با شرافت کسی بازی نکردم. این شما هستی که زندگی ما دوتا رو به بازی گرفتی. Thank you.
کردی، خیلی قشنگ حرف میزنی. دلیل نمیشه هر کس لباس محلی تنش باشه بی سواد باشه. با اینکه برف پیری رو موهات نشسته، معلوم میشه تو جوانی خیلی خوشگل بودی. گوشو صبر کن. برم کن، برم کن. نه، اینجا کسی به دردت نمیرسه. تو مرد کثیفی هستی. چرا؟ جواب این چرا رو من بهت میدم. تو کی هستی؟ اسرائیل تو. من اسرائیل رو با اینا رام میکنم. یالا زود باش، تصمیم بگیر. تو حتی مرده پسر اونم نمیتونی با اینا بخری. با حرف بزنم. اگه میخوای نصیحتم کنی کاملا بیفایده است. من خیر و صلاح تو رو میخوام. درسته که پدر واقعی تو نیستم، ولی تو رو مثل فرزند خودم بزرگ کردم. مادرت خودشو به پای تو پیر کرد. چرا فکر اونو نمی کنی؟ از دیشب تا حالا که آخر آتیش زدن حالش خرابه. اگه ستاره منو دوست نداشت، تمام زندگیشونو آتیش میزدم و انتقاممو میگرفتم. انتقام دردی رو دوا نمیکنه. تو باید از این عشق چشم پوشی کنی، دنبال کسی بری که چشم داشی به ثروت و مال نداشته باشه. ستاره به ثروت پدرش اهمیتی نمیده. ولی پدرش اون چی؟ تو هنوز نتونستی اونو درست بشناسی. تو باید دنبال دختری بری که مثل خودت تو دامن طبیعت بزرگ شده باشه، همونطوری که پدرت برای خودش زنی انتخاب کرد که هنوز پس از 25 سال اونو فراموش نکرده. حالا پاشو برو، مادرت به احتیاج داره. Thank you.
خوبه، همین نزدیکی هست. خیلی باید راه بریم. نزدیکی آفتاب غروب کنه. منم همینو میگم. مشروب میخوری؟ آره؟ نه فقط یه خورده که بخوری اون وقت میفهمی چه لذتی داره. بگی بخور. آخه من بیا بخور، اینقدر هم که تو فکر میکنی وعد نیست، قدرت رو آدم رو ده برابر میکنی. بیا بگی نترس، بخور گرم شی. بیا دیگه دست منو رد نکن. همونطور که بهت گفتم، اگه دختر منو میخوایی و میخوای داماد من بشی، باید جواب اون پسره رو که بهت گفتم بدی. یه جواب دندون شکن. از حال کجاست؟ اونجا پس من رفتم. کجا صبر کن؟ برم دیگه. پس من همینجا منتظر هستم. در ضمن فراموش نکن همونطور که بهت گفتم اون یکی از پهلوانای این منطقه است. اون بابا سر یه دقیقه حسابش هم میرسه. بفرما چایی.
چای بشکی چای نمیخوایی چرا منی میزنی؟ من برای چای خوردن اینجا نایمدم. شنیدم تو این دوره برای یه پهلوان هست که شبا جاش اینجاست. باش چی کار داری؟ اومدم پول چاییشه بدم. تا حالا همچین کسی رو این دوره برا ندیدم. علی آقا یه چایی بده ببینیم. اون پهلوانی که تو شماست اگه مرده از جاش بلند شه ببینم. باش قاسم یه لیوان آب خوردم بیا. مثل اینکه همه تون لانین. آقا یعن احترام بزرگترت میگهده. من با بزرگتر و پیره مرده کاری ندارم. با اون ماهیگیر پهلوان کار دارم. بسرم من و بچه ها حاضریم جوابشو بدیم. ساکت باش. تو شما تا یه مرد پیدا نمیشه خون اونو به من نشون بده؟ چرا؟ از تو خونه اونو بلدی؟ اگه مست نبودی شاید باز طور دیگه میشد. هر طور میخواد بشه بشه. من اونو میخوام. چی کارش داری؟ میخوام باش دست و پنجه هر کنم. باشه مانعی نداره برادر. برادر؟ اونی که تو عقبش میگردی منه. تو؟ آره برادر من. ولی اگه خیلی مردونگی داری پس فردا تو میدون مسابقه با هم روبرو میشیم. فراموش نکن پس فردا. کردی مست بودم چون اون جریان قهوه خونه رو برای تعریف کردم. خب گوشا تو واکن ببین چی میگم. تو حق نداری به اونجا بری. حق ندارم؟ ولی من قول دادم یه قول مردومه نمیتونم نرم. آخه چرا نمیخوای بفهمی پسر؟ پدر من دیگه بچه نیستم. خوب میدونم چی کار باید بکنم. این یه مبارزه است. یه مبارزه این مردومه تو جشن سالیانه. من از این جشن وحشت دارم. وحشت. چرا پدر هر وقت بهت گفتم بریم تو آبادی زندگی کنیم جوابمو نداری؟ چرا؟ ببینم پدر چرا هر وقت اسم جشنو میارم تو ناراحت میشی؟ گفتنش مشکله. من 25 سال خودم از تمام لذت ها محروم کردم به خاطر سعادت و خوشبختی تو. اون وقت تو میخوای به خاطر هوس یه مرد از خدا بی خبر، مردی که به جز هوسهای حیوانی و پول پرستی به هیچی فکر نمیکنه بری و بجنگی؟ این جنگ نیست. چرا جنگه؟ یه جنگی که بوی خون ازش میاد. خونی که ولی پدر من باید برم. خدایا خودت کمکم کن. خودت کمکم کن. خواهش میکنم نظر پسرم کشتی بگیری. من میترسم. بیا با من بریم به جشن. خواهش میکنم با من بیا.
خودتون هر چه زودتر برسونین تو جشن. جشن؟ آخه من نمیتونم بیام اونجا. اگه نه یعنی ممکنه سام کاری دست خودش بده. خدای من چطور میتونم به اون بگم؟ چی رو بگین؟ مگه چی شده؟ آخه من نمیتونم بیام اونجا دخترم. مگه پسرتون رو دوست نداری؟ خواهش میکنم بیاین، خواهش میکنم. اون خودش نمیدونه داره چی کار میکنه، به شما احتیاج داره، باید کمکش کنین. خواهش میکنم، خواهش میکنم. باشه دخترم، میام. بری اجازه بده برای آخرین بار لباس کشتیمو بپوشم. از کن پهلوانی که پریشب تو قهوه خونه ادای پهلوانی میکرد. پریشب من حاضرم. همیشه جوونی برای آدم نمیخوره. بیا از این کشتی صرف نظر کن. تو چرا از کشتی با پدرم صرف نظر نکردی؟ آخه اون زمان من جوون بودم. مگه حالا من پیرم؟ نه لغولی، من قول مردونه دادم. خیلی خوب پسرم، ثابت کردی که پسر یه پهلوان هستی. برو اسم پدرتو زنده کن. هر کس در این مبارزه پیروز بشود، این اسب عنوان جایزه به اون داده خواهد شد. خواهش میکنم. یا مولا کمکم کن. Yeah.
بره کنار ببینم، بره کنار. مرد بی اسلحه نامردیه. برم کن. سرته سامه مادر سام پسرم بذار نگات کنم پسرم پسر گم شدم پسر عزیز مادر پسرم خدا بسوش خدایان شکرت شاش بخر سام اون برادرته چی؟ مرد بیا تو بغل برادر آه شوهرم چرا ما رو ترک کردی؟ برای اینکه من یه قاتل نه تو اشتباه میکنی تو کسی رو نکشتی 25 سال هممون آواره و سرگردون بودی تو قاتل نیستی تو کسی رو نکشتی الله قلی زنده است پهلوان بابا من نمرده بودم بیهوش شده بودم خدایا شکرت خدایا خودمونه برادر خوشحالم هر روز همین آشنا ببین داره